بریم برای یه آموزش دیگه. سلام، آسمونو خیس کردم، رنگ کوبالت دارم میذارم. اینجا یه مقدار کوبالت رو با بنفش خاطی کردم و قسمت بالا دارم اولترامارین اضافه میکنم. برای این قسمت رنگ پرمنات روز و اوکر میزنم، یا حالا صورتی و اوکر، و همونو خیلی رقیق روی زمین گذاشتم. آسمونم رو با همون رنگا پر رنگ تر میکنم و یکم رنگم غلیظ تر میشه. دور کار تمیز میکنم، یه کوچولوی کم از آستر آب رو میذارم با رنگ ترکواز. اجازه دادم آسمون خوش شد. الان دارم با تکنیک خیس در خشک لکه روی سنگم برای آسترش در اصل میذارم. از رنگ اوکر برای قسمت روشنش استفاده کردم، از آلیزارین و اوکر برای قسمت پایین تر، و یه مقدار با آبی قاطی کردم که بنفش شده. اینجا یکم ایندیان رد و آلیزارین و آبی رو قاطی کردم و دارم لکه های روی زمین رو میذارم و روی زمین هم کاملا خشکه. اجازه دادم مجدداً آستر سنگم یا صخرم خوش شد. باز رنگا رو رقیق اما یکم پر رنگ تر روی آستر دارم میذارم. میبینین که همون رنگ ها داره تکرار میشه. میزان رقیق بودنش مهمه که وقتی اینا با هم قاطی میشه مرزی بینش نیفته. بعضی جاها رو میذارم که خشک بمونه یا دلم میخواد آسترم حفظ شه، بعضی جاها رو میتونم نگه دارم. میام روی قسمت سنگا، لبه هاش رو که نور خورده باز میذارم که بمونه. قسمت هایی که قهوه‌ای تیره تر میشه بهش کمی سپیا میزنم. جاهایی که آبیش بیشتره بهش کمی اولترامارین به رنگم، مثلا به همون آلیزارین و بنفشم اضافه میکنم. اینجا خب رنگام غلیظ‌تر هست دیگه، توی قسمتی که سنگ رو داشتم میذاشتم. الان باز با همون رنگای صخره دارم روی زمین مجدداً کار میکنم و زمینم خوش شده. از رنگ برتینا استفاده کردم. این قسمت هم دوباره که صخره خوش میشه دارم حرکت خوش در خوش میذارم. قسمت هایی که تیره تره قهوه‌ایم، یعنی سپیاش بیشتره، بعضی جا برت آمبر به رنگم اضافه میکنم، بعضی جاها ایندیان ردم بیشتره و با حفظ آستر. یعنی درسته که دارم تیرگی میذارم اما زحمتی که برای آستر هم کشیدم میخوام از یه جاهایی نشون داده بشه. من بر این همه جاش رو نمیپوشونم. ببخشید به خاطر سایه دست من که بعداً متوجه شدم این توی کار هی سایه روشن میشه و تیره میشه، عذرخواهی میکنم. خب دارم مرحله بعدی سنگای روی زمین رو میذارم. باز رنگم رقیقه، مقوام این قسمت خوش شده و یه خورده جزئیات رو اضافه میکنم. دوباره روی زمین رنگ برتسینا دارم میزنم. قسمتی که یکم تیره تر میشه با سپیا قاطی میکنم. سپیا خیلی تیره است، کم اضافه کنید. برای اینکه صخرم رو نشون بدم نور بهش تابیده، اینجا یه قسمت دریا رو دارم پشت صخره میذارم که اون تضاد رنگی اوکر رو میخوام با آبی که کنارش میذارم متوجه بشین که جذابیت کار رو هم بیشتر میکنه. آبیم ترکواز، پروسیم، اگه خواستین یکم سبز شه به قسمت پایینش اوکر اضافه میکنین. اینجا میخوام مرز صخرم با آب مشخص نشه. یکم روی صخره رنگ میذارم و قسمت آبو که هنوز خیسه میام مرزش رو در اصل خشک در خیس میذارم که خیلی مشخص نباشه.
یکم جزئیات روی زمین و به خاطر چرخش رنگ از رنگای آبم یه جاهایی به شکل خیلی کم رنگ روی زمینم میذارم. مجدداً آسمون رو خیس میکنم، میخوام که کنتراستم بیشتر بشه، بنابراین همون رنگ ها رو غلیظ‌تر و پررنگ‌تر به آسمون اضافه میکنم، یعنی کوبالت و بعضی جاها اولترامارین دارم میزنم. مجدداً تیره میکنم چون هرچی خشک میشه هی روشن میشه. اینجا هم آب اضافه رو مرتب با دستمال میگیرم، هم کارتون دورش تمیز میشه هم چسبتون بلند نمیشه، خیلی مهمه. اینجا کمی ترکواز اضافه کردم به رنگم. اینا تنوعش دست خودتونه دیگه، میتونین بذارین روشن بمونه. و این قسمت یکم لکه روی زمین دارم اضافه میکنم. امیدوارم تمرین کنید از این کار و لذت ببرید.